شناخت نوت ها شروع میکنیم. نوت ها همینجور که قبلا گفتم کلید سل داریم و کلید فا داریم که نوتاش با هم متفاوته. کلید فا برای دست چپ استفاده میشه، کلید سل برای دست راست. این خطوط پنج خط را بهش میگن خطوط حامل که موازی هم هستند و به فاصله های مساوی. نوت ها به این صورت قرار میگیرن که چون این کلیدی هم که اینجا هستش دست چپ اسم کلید سل هست، سر کلید روی خط دومه و نوت سل به همین نام رو خط دومه. روی خط منظور اینه که خط از وسطش میگذره. نوت ها به ترتیب یکی بین خط، یکی روی خط. حالا از سل به طرف پایین که بیام صدا بم میشه، به طرف بالا صدا زیر میشه. از سل به طرف پایین میشه سل فا می ر دو، که دو روی خط اضافیه. یعنی ما تو موسیقی 5 تا خط بیشتر نشون نمیدیم و خطهای اون نوتایی که زیر خط میافتن با خطوط اضافه نشان داده میشن. حالا این بعد از سل هم داریم به این ترتیب لا سی دو ر می فا سل لا، که این دو نسبت به این دو به اندازه یک اکتاب زیرتره. یعنی ما از این دوی بم شروع میکنیم دو ر می فا سل لا سی، میرسیم به این دو و دوباره ادامه پیدا میکنه و میره به طرف زیر. کلید فا به این صورته که سر کلید فا روی خط چهارمه و نوت فا به همین نام روی خط چهارم قرار داره. بقیه نوت ها نسبت به فا به این صورت میشن که قبل از فا میشه می ر دو سی لا سل فا، و اگه ادامه پیدا کنه می می که میفته رو خط اضافه شبیه دوی کلید سل میشه. و بعد از فا به بالا میشه سل لا سی و دو دوباره روی خط اضافه. موسیقی کلا تشکیل شده از نوت و کشش نوت. نوتا قبلا توضیح دادیم روی خطوط حامل بود و از محلش معلوم میشه که چه نوتی هست. یک کشش نوت داریم که مدت زمانی نوتا نشون میده که چقدر باید کشیده بشه. واحد کشش نوت ضرب یا قدمه، که ضرب به این صورته که با یه رفت و برگشت میشه یه دونه ضرب. یعنی رفتش میشه نیم ضرب، برگشتش میشه نیم ضرب و کلا میشه یه ضرب. اگه بخوایم با دهن شمارش کنیم ضربا را به این صورت میگیم یک و دو و سه و چهار و، که یه دونه عدد با یه و یه ضربا نشون میده، عدد نیم ضرب نشون میده و نیم ضرب. مثلا وقتی میگیم یک و دو و میشه دو ضرب کامل، وقتی بگیم یک و دو میشه یه ضرب و نیم، یعنی نیم ضرب دیگه میخواد تا دو ضرب کامل بشه. خود نوت ها از نظر کشش به این دسته ها تقسیم میشن. نوت گرد داریم که به اندازه 4 ضرب باید کشیده بشه. نوت سفید هست به اندازه 2 ضرب. نوت سیاه هست به اندازه 1 ضرب. نوت چنگ هست که 1/2 ضربه. دو لا چنگ هست 1/4. سه لا چنگ هست که 1/8 ضربه. توضیح بیشتری اگه بخوایم بدیم، مثلا این نوت های چنگ تو یه دونه ضرب دو تایی زده میشه. یعنی وقتی میگیم یک و، یه دونه نوتش با یک زده میشه، یه دونش با و زده میشه. این 1/4 با یک دو تا زده میشه، با و دو تا زده میشه. یعنی تو یک ضرب 4 تا نوت میتونیم بزنیم. میزان هر قطعه موسیقی از نظر زمانی به قطعه مساوی تقسیم میشه که این قطعه مساوی بهش میزان میگن. در نوتای موسیقی اگر دقت کرده باشیم یه نوتای به این صورت عمودی هستن که اینا رو بهشون میگن خط میزان، و هر کدوم از این قسمت ها یه میزان میشه میزان اول، میزان دوم، میزان سوم. به همه صورت خاصیت میزان اینه که در داخل هر میزان مجموع کشش ها با هم مساوی هست. حالا ممکنه این کشش ها نوت باشه یا سکوت باشه، ولی مجموعا با هم مساوی هستن. یه عدد میزان داریم که عددی کسری و سمت راست کلید نوشته میشه. مثلا اینجا ما 4/4 میبینیم، ممکنه 3/4 باشه، ممکنه 2/4 باشه. اگه ما میزانمون 4/4 باشه، منظور اینه که در هر میزان ما 4 تا مجموعاً 4 تا نوت سیاه داریم. مثلا یه نوت گرد میتونه یه میزان رو کامل کنه، دو تا سفید میتونه یه میزان رو کامل کنه،
یه سفید و دوتا سیاه میتونه کامل کنه که مجموعه هم بشه 4 تا نوت. این 4/4 که ما میگیم منظور اینه که در هر میزان 4 تا 1/4 داریم. 1/4 نسبت به نوت گرد سنجیده میشه که اگه نوت گرد و واحد فرض کنیم سیاه میشه 1/4 نوت گرد. حالا این نوتایی که بر اساس این 1/4 هستن بهشون میگن میزانهای ساده. مثلا ما 2/4 داریم، 3/4 داریم، 4/4 داریم، اینا میشن میزانهای ساده. میزانهایی که از 1/8 یعنی چنگ گرفته میشن بهشون میگن میزانهای ترکیبی، مثل 6/8، 12/8 همزاد. حالا ما اینجا معمول ترین میزانمون 4/4 که با علامت سی هم بعضی وقتا نشون میدن. سی به معنای کامان تایم یا میزان معمولی هستش که با علامت سی، یعنی گاهی وقتا به جای 4/4 علامت سی را اینجا میذارم. پس ما در میزان 4/4 در هر میزان مجموعه 3 نوت سیاه داریم. در میزان 3 ضربی که 3/4 باشه در هر میزان 3 نوت سیاه داریم. در میزان 6/8 در هر میزان 6 تا چنگ داریم که جزو میزانهای ترکیبی هستش. نسبت صدای دو نوتا از نظر زیر بمی بهش فاصله میگن. ما نوتای پی در پی یا وقتی در نظر بگیریم بعضیاشون نوت سیاه بینشون هست، بعضیاشون نوت سیاه ندارن. مثلا ما بین فا و سول یه نوت سیاه داریم، بین سول و لا نوت سیاه داریم، بین لا و سی داریم، ولی بین سی و دو نوت سیاه نداریم. این نوتایی که فاصله بینشون سیاه داره بین دو نوت یک پرده فاصله هست. مثلا بین فا و سول و سول و لا و لا و سی که سیاه دارن فاصلشون یک پرده است. این نوتایی که نوت سیاه ندارن فاصلشون نیم پرده است. در تئوری موسیقی فاصله رو با خط کمانی نشون میدیم. فاصله یه نیم پرده هایی رو با خط زاویه نشون میدیم. مثلا ما در اینجا بین ر و می یه پرده داریم که با خط کمانی نشون داده شده. بین می و فا نیم پرده داریم که با خط زاویه نشون داده شده. این فاصله از نظر زیر و بمیه. مثلا ما میگیم که سول از فا به اندازه یک پرده زیرتره. یا این سیاه که بعدن اسمش رو توضیح میدیم، این سیاه از سفیده به اندازه نیم پرده بالاتره. حالا گام کلن تشکیل شده از 8 نوت متصل پی در پی، یعنی از یه نوتی شروع میکنیم 7 نوت رو پشت هم میزنیم و اون نوت در فاصله اوکتا زده میشه. فاصله اوکتا میشه فاصله 8. ما مثلا اینجا داریم دو ره می فا سول لا سی و بعدا دو دوباره تکرار میشه. پس یه دونه گام از 8 نوت تشکیل شده. نوت ها گام ها کلن بر دو نوع هست، یکی گام کروماتیک و گام دیاتونیک. ما اگه نوتا رو با نیم پرده ها کلن بزنیم و برسیم به فاصله اوکتاو میشه گام کروماتیک. مثلا دو، دو دیز، ره، ره دیز، می، فا، فا دیز، سول، سول دیز، لا، لا دیز، سی، دو. این میشه فاصله کروماتیک. حالا نوت دیاتونیک کلن از 5 پرده و 2 نیم پرده تشکیل شده که بر حسب اینکه این 2 نیم پرده کجا قرار بگیرن گام های دیاتونیک به 2 دسته تقسیم میشن، یکی گام ماژور یکی گام مینور. در گام ماژور فاصله نیم پرده ها میفته بین نوت 3 و 4 و 7 و 8. الان برای ما گام 2 مبنای گام های ماژوره، چون این رابطه ای که الان گفتیم داخلش هست، یعنی نیم پرده ها بین 3 و 4 و 7 و 8 قرار داره. حالا این گام 2 این صورته که بین دوباره یه پرده، ره و می یه پرده، می و فا نیم پرده، دوباره بین 32 نیم پرده است و بقیه یه فاصله ها 1 پرده هستن، یعنی نیم پرده ها بین 3 و 4 و 7 و 8 قرار داره. گام مینور داریم که تو گام مینور مبنای گام های مینور لا میناره و نیم پرده ها در گام مینور بین 2 و 3 و 5 و 6 قرار داره. الان در گام لا این رابطه هست، به همین خاطر میگن لا مینور مبنای گام های مینوره.
بین لا و سی یک پرده است که با خط کمانی نشون داده شده، بین سی و دو نیم پرده است که با خط زاویه ای نشون داده، دو و ره یه پرده، ره و می یه پرده، می یا فا که پنجم و ششم هستن نیم پرده است که با خط زاویه نشون داده، دوباره فا و سل یه پرده و سل و لا یه پرده. پس این همیشه مبنای گام های مینور که فاصله هاش به این ترتیب است. علائم تغییر دهنده، علائم تغییر دهنده علامتی هستن که سمت چپ نوت قرار می گیرن و به اندازه نیم پرده یا اونها رو زیر میکنن یا بند میکنن. حالا ما این علامت تغییر دهنده عبارتن از دیز و بمول و بکار. دیز اگه پشت نوت قرار بگیره به اندازه نیم پرده زیرش میکنه، یعنی بالا میبره صدا را. بمول نیم پرده پایین میاره نوتا. و بکار علامت هایی که قبلا دیز یا بمول شدن خونسا میکنه. حالا ما اگه نوتا رو بخوایم به صورت کامل توضیح بدیم، یعنی این نوتای دوره می فاسولاسی که نوتای اصلی هستن، حالا نوتای کامل به این صورت میشن که بعد از دو ما داریم دو دیز، ره، ره دیز، بعد بین می و فا چون نیم پرده است علامتی نداره، بعد از فا دوباره فا دیز، سل، سل دیز، لا، لا دیز، بعد سی و دو. ما همین علامات ها با اسم بمول هم داریم، یعنی ما بعد از دو داریم ره بمول و بعدش داریم ره، بعد می بمول، بعد بین فا و سل دیگه علامتی نیست، بعدش هم سل بمول، سل همینجور ادامه پیدا میکنه. به این ترتیب ما برای هر سیاهی دو تا اسم داریم که این دو تا اسم ها میگن نسبت به هم آنارمونیکن. مثلا ما به این نوت سیاه میگیم فا دیز و سل بمول، پس اصطلاحا هم میگم فا دیز و سل بمول آنارمونیکن، یعنی یه صدا هستن. و سول دیز و لا بمول هم آنارمونیکن چون یه دونه صدا هستن، یعنی یه دونه سیاه هم میتونیم بهش بگیم سول دیز، هم میتونیم بگیم لا بمول. حالا اینا توضیحاتی بود روی ساز به این صورت. کلن از فاش این نوتا از فاش رو میشه فا سول لا سی که ما اینا با این سه تا علامت سیاه میشناسیم. یعنی اگه بخوایم تشخیص بدیم هر جا ما سه تا سیاه داریم نوتای مجاورش هست سول لا سی، هست فا سول لا سی، اینجا داریم فا سول لا سی، اینجا که اینجا فا سول لا سی، و نوتایی که دو تا سیاه بغل هم هستن نوتای مجاورش هستن دو ره می، دو ره می، اینجا دوباره دو ره می، اینجا فا سول لا تمام میشه. حالا این که فا باشه این میشه فا دیز که به اندازه نیم پرده صداش بالاتره، میشه فا فا دیز، سول سول دیز، لا لا دیز، سی دو. ما مثلا اینجا با دیدن این علامت باید این نوتا بزنیم، این دو دیز هست، یا اینجا با علامت ره به مرا که میبینیم باید این دو هست، این دو دیز. ما با دیدن این علامت باید این نوتا بزنیم که دو دیز هستش، و با دیدن این علامت هم باید همین رو بزنیم چون نسبت به دو میشه دو دیز، نسبت به ره میشه ره به ما. آکورد عبارت است از نواختن دو یا چند نوت به صورت همزمان. نوشتنش هم به این صورته که نوتای همزمان رو به صورت عمودی روی سر هم نشون میدن. آکورد از دو صدایی تا پنج صدایی وجود داره که معمولترینش سه صداییه که روی این سه صدایی، چهار صدایی و پنج صدایی هم ساخته میشه. حالا آکوردهای سه صدایی بر دو نوع هن، یکی آکورد ماژور، یکی آکورد مینور. آکورد ماژور روی گام ماژور ساخته میشه، آکورد مینور روی گام مینور ساخته میشه. آکورد ماژور ما الان گام دو ماژور اینجا در نظر میگیریم، دوره می فا سول لا سی دوره. اگه نوت اول و سوم و پنجم همزمان نواخته بشه میشه آکورد دو ماژور، یعنی این گام دو ماژور هستش. این دومی یا سول وقتی همزمان زده بشه میشه آکورد دو ماژور که به این صورت می نویسن دو می سول به صورت عمودی روی سر. هر آکورد سه صدایی به سه صورت نواخته میشه. اگه بمترین نوتمون نوت اول گام باشه میشه آکورد اصلی،
یعنی اینجا ما دو می سول میشه آکورد اصلی، چون بمترین نوتمون نوت اوله گام. اگه نوت سوم بمترین نوت گام باشه میشه معکوس اول. ما اینجا بمترین نوتمون می هستش که سول میاد، سول هم رو سرشه و دو میره تو اکتاو بعدی، یعنی ما می سول دوره میگه معکوس اول دو ماژور. اگه بمترین نوتمون نوت پنجم باشه، یعنی سول همینجا که از قرار بگیره و دومی بره اکتاو بعدی، میشه معکوس دوم، که این به صورت میشه معکوس دوم. حالا رو مینور هم به همین ترتیب هستش و آکورد ماژور را با ام بزرگ نشون میدن، آکورد مینور را با ام کوچیک نشون میدن، که تو بعضی نوتایی که عمومی نوشته میشه زیر نوت به صورت علامات لاتین که حرف دو با حرف سی نشون داده میشه، و اگه ام بزرگ جلوش باشه منظور دو ماژوره، اگه ام کوچیک جلوش باشه میشه دو مینور، و اگه علامتی هم جلوش نباشه منظور ماژوره. مثلا ما اگه علامت سی را فقط ببینیم منظور اینه که باید دو ماژور زده شه. الان روی ساز اون قسمتی که دو تا مشکی داره نوت مجاورش دو هست، ما گام دو ماژور رو میخوام بزنیم. از دو شروع میکنیم به این صورت، دو فا سول لا سی دو. حالا این میشه گام دو ماژور. آکورداش اگه بخوام بزنیم، آکورد گفت نوت اول و سوم و پنجم میشه آکوردش، یعنی ما اینجا دو و می و سول با هم میگیریم، این میشه آکورد اصلی. حالا اگه بخوام معکوس اولش رو بگیریم به این صورت میشه می سول دو، یعنی این دو را به جاش دوی پایین رو میگیریم، میشه می و سول و دو، این میشه معکوس اول. معکوس دومش میشه سول دو می، که به این صورت. حالا روی دست چپ ما خود ماژورا ساخته شده داریم. مثلا اگه این دوئه که یه سوراخ هم وسطشه، این ماژور ساخته شده است، این مینور ساخته شده است، اینم سون که جزء چهار صدایی ها هست و دیمینیشت.